سلام، من دارم میرم آمستردام سنترال. گفتم تنها نرم، شما هم همراه من باشین. خیلی هوا خوبه، ساعت ها رو کشیدن عقب به خاطر همین خیلی زود تاریک میشه. ابری هم هست ولی خوبه، اصلا هنوز سرد نیست. آخر اکتبر سالای پیش سرد شده بود قشنگ این موقع، ولی الان نه. راستش من از دیروز بهش فکر کردم که امروز و مثلا بعد از ظهر اینا دیگه برم آمستردام سنترال مثلا بچرخم. خیلی وقت این سنتر گوگلی آمستردام رو نرفتم، به خصوص که الان هوای ذره ابری خنکه باحاله. بعد ببینم مثلا هالووین چه خبره و اینا. ولی امروز تا پاشدم و یه سری کار بکنم و غذا بخورم و اینا دیگه خیلی طول کشیدم، ساعت 4. ولی اب نداره، فقط مشکلش اینه که زود هوا تاریک میشه و تاریک بشه من دیگه مثلا خسته میشم، چه حوصله ندارم تنها بیرون باشم. سعی میکنم تمام لذت رو ببرم و ویدیو بگیرم. اصل هدف هم واسه این که برم مثلا تو شهر را برم و اینا راستش ورزش بود، یعنی هی بخوام که مثلا را برم یه جایی باشه که نفهمم که دارم خیلی را میرم و اینا، مثلا هی پیاده روی بکنم. حالا هیچ وقت آدم ها اصلا آدم رو نگاه نمی کنن ها که اصلا داری چی کار میکنی، ولی الان اینجا شلوغ هم هست، یکی رد میشه اینجوری نگاه میکنه که اصلا چی کار داری میکنه. آها، آخه سلفی من هنوز خاک گرفته، بعد با دورون پشت بگیرم، بعد بخاطر همین از پشت میبینن که من دارم از خودم فیلم میگیرم، یه ذره عجیبه نسبت به فیلم گرفتن عادی. شروع با مارکت مواجه شدم. البته خیلی چیز جالبی نیست، نمیدونم چی خبره. اینا همه وینتج و دستاوام هست، 10-15. قبلا هم گفتم فکر کنم این داچه عاشق جنسای دستاوام، لباسای دستاوام هست. اکثران داشتن دیگه جمع میکردن، بعدم کلن مارکت دستوان بود، خوشم نیومد. کفشمو من تازگی هفته پیش از تخفیف زیاد اسکچرز خریدم، یه جور عجیبی راحته، اصلا روش هم زده ماساژ فیت، اگه دقت کنید زیرش اینجوری مواجه، بعد دو قسمته، اصلا خیلی عجیبه. شک داشتم که نکنه توی طولانی مدت بخواد اذیت کنه، ولی سرچ کردم دیدم نه، واقعا یه چیز خیلی خوبه که جزو مدلای گرونه اسکچرز توی سایتش، که من با تخفیف زیاد 40 یورو گرفتم، خیلی خوب بود واقعا. امتحانشو پس داد، همونقدر که فکر کردم راحت بود. برای دلیلی که اومدم که مثلا به بهونه دیدن شهر راه برم همین کفش هاست، که کفش راحت دارم دیگه میتونم طولانی تر راه برم. اینا رو مدن رو میله استراحت شنا
خیلی خوشگله. دقیقا برای همین کیوتی ها امروز اومده بودم. از مد و زیر گذرهای آمستردام که بوشاش میاد. And one of these white choco. Yeah. این کافه ها رو من خیلی دوستش دارم ولی الان متاسفانه بست نرسیدم که بخوام توش بشینم. این ساختمون است که این بالکن گوگلی هم داره و لبه آب، ولی فقط مثلا دو تا صندلی داره، اکثرا پره. ولی به بیرون برش رسیدم، یه قهوه و شکلات گرفتم، برم یه جای خوب بشینم بخورم. الان عمرن یه جای خلوت پیدا نمی کنم که بخوام بشینم مثلا دوربینم بذارم راحت قهوه و شکلات هم بخورم. میدونم دیگه الان میخواییم به روم بیاری یه خوبه رفتی پیاده روی که بعد آخر هم چیزی بگیری بخور. نمیتونم چیه؟ زده بود شکلات سفید بیج نات. ببینم خیلی خوبه. اینه پیراشکیه، ازش هم کرم شکلات سفید داره، شبیه اویل باله، پیراشکی معروف هلندی برای کریسمس. حالا من هلندیه یا بقیه جا هم دارن اویل بال، اینه شیراشکی خودمونم به عنوان توپ روغنی. بعضیش من فکر کنم هیچ کدوم نداره ولی بعضیش کشمشیه، بعضی شکلاته، بعضی ساده است با خاک قند. راستی فردا هالووینه، اصلا اینجا انگار نه انگار. بریم. یه چیز بگم، این قهوه بیرون برشو خیلی خوب داد، 2.5 یورو اونجا بشینی 4 یوروه، کمتر از نصف. ولی این پیراشکی کوچولوه 4 یورو شد. من گفتم حالا مثلا کوچولوه یه دونه از اون ارزوناش بشه، مثلا کیکای خفن اپل پای و اینا 6 یورو بود، کیک شکلاتی، بعد این یهو این وسط 4 یورو. زای بد دیگه وای نمیسم روش. این قهوه خیلی نمیدونم زیادی تلخ یا حتی سوخته بود، دیگه نمیتونم تهشو بخورم، خوشمزه هم نیست. برم یونیکلو ببینم چه خبره، شعبه جدیدشونه. مدام اینا رو تست کنم چطوره؟ چاله دارم بخوام یک کلاهی باشه که اینجا اینجوری بوری وای نسته. 15 یورو. یه جنساش خیلی خوبه، مدلاش هم خیلی خوبه، رنگاش هم خیلی خوبه. یه مغازه دیدم مثل که ترکه، نمیدونم چیه، حلورده داره، برای تستم گذاشته، بهم یه طعم قهوه هم داد امتحان کنم.
به عنوان حلبرده میگن اصلا بعد کلی طعمای مختلف داره. بازم به هم داد بچشم ولی خیلی گرونه، یه ذره 16 یوروه. واقعا فروشنده مهربونی بود، همجوری هی میذاشت تو دست من بچشم طعمای مختلفش رو بچشم. گفتم اینا برای من آشنا، طعماش ایرانی هم. و بعد گفتم توی سوپرمارکت ما این پیستش رو پیدا کردیم، در واقع چی بهش میگن، حلبرده است در واقع دیگه توی سوپر. بعد گفتش که ولی اونا مثلا خالص نیست و این به خاطر اینکه کار دسته و نمیدونم کنجد واقعی و فلان و اینا. خیلی گرون بود. تنها نشونه هالووین تو کل آمستردام. چرا این خبری نیست؟ طبق معمول اومدم فلاین تایگر، بلکه اینجا یکم نشونه از هالووین ببینم. خوب اصلا چقدر چندش بزشته. ببین زخ کردم، فکر کردم اینجا کلی الان ادونت کلندره، بعد دیدم که نه، فقط بگاییه که مثلا بخوای برای کادو استفاده کنی که مثلا استیکر داره، عدد داره، یا جعبه ای که مثلا توش کادو بذاری بدی به یکی دیگه. ولی این که خودش داشته باشه اینه. 5 یوروه و زده که 24 تا جایزه کوچیک توشه، ولی این چیزایی ندارم، نگفته که مثلا چه نوع کادوی برای چه سنی. خیلی هیجان انگیزه، من دلم میخواد من میتونم تو ویدیو باز کنم. بذار من ببینم جلوتر دیگه ای هست یا نه، چون این فلاین تایگر همیشه چیزای بسته شانسی داره. من قبلا گرفته بودم یه بار، خیلی خوش میگذره. تایه شدم، اینم جعبه است، پشتشو خوندم، اینم زده توش جایزه نیست، اینم جعبه یه که اگه بخوای توش 24 تا چیز کوچولو بذاری. من جایزه میخوام، واقعا دلم میخواد و میتونم همه این مغازه رو داشته باشم. خیلی چیزاش کیوت و خوشگله، خیلی بامزه است، همش کوچولو بود. چخفیاتی کوچیک چقدر میتونه به درد بخوره؟ 6 یورو. باش میشه پاچه شهر بارم دو. امیدوارم آهنگش کپی رایت نخوره واسم. اینجا چیزای مربوط به تقویم و اینا پلنر داره و خیلی همه چیش کیوت و خوشگله. نکن مثلا مهر داره که بخوای تو پلنرت بزنی، پلنرت بزنی، یا چسبایی که تاریخ و اینا رو داره مثلا بزنی تو پلنر. بعد تقویمای خیلی کیوت و خوشگل. بعد این مثلا استیکرهاییه که اینجوری روزانه کوچیک کوچیک داره که مثلا بزنی رو پلنرت. اصلا کلا نگاه کن چقدر خوشگله دیزایناش و قیمتاش هم واقعا خوبه. همش هم حدود 3 یورو ایناست. جورنال و اینا هم زیاد داره و خیلی کیوته. این چه خوشگله. باورم نمیشه انقدر کیوت. اینو ببین آخه، باورم نمیشه. این بعد مارکره. الان من رو فرش موز میخوام چیکار کنم. میدون اصلی آمستردام، دم اسکوئر، موزه مادام توسو، دی بانکورف، نمیدونم. <تص->
تازه ساعت 6:30 ولی خیلی دیگه همه جا تاریکه و آلردی تعطیلم که همیشه میکنن این ساعت دیگه. کم کم میرم به سمت ایستگاه مترو برم خونه. رسیدم مترو دیگه برم سوار شم. مرسی که همراه من بودین تو آمستردام سنترال، باعث شد مثلا سر نره سرم گرم باشه که به شما هم نشون بدم تنهایی از گلوم پایین نمیرفت این کیتی های آمستردام. قربونتون برم تا ویدیوی بعدی، خدافظ.